بسم الله الرحمن الرحیم. آموزش نصب و پشتیبانگیری بکار و استفاده از فایل های دیتای برنامه برای بکار گرفتم. خب، ابتدا برنامه فیدلر رو دانلود میکنید و سپس برنامه اینترنت دانلود منجر رو. وارد استور ویندوز میشید. خب، حالا مثلا من اینجا ترنسلیت گوگل رو انتخاب میکنم چون که دارای فایل دیتا هست. خب، همونجور که میبینید پیدا شد. شروع میکنیم به دانلود کردنش و بعد همین که شروع کرد به دانلود کردن، من برنامه فیدلر رو باید اجرا بکنم. از اول بزنیم. همونجور که میبینید شروع که به دانلود کردن، من برنامه فیدلر رو اجرا میکنم. اینجا لینک دانلود رو به من میده. فقط حواسم باشه که ابتدای هر فایل دانلودی باید tlu.dl وجود داشته باشه. این یعنی فایل دانلود اصلی، tlu.dl. خب استوب میتونم بکنم و فروشگاه رو میتونم ببندم. استور رو همجوری که میبینید ابتداش tlu.dl وجود داره. خب روی این فایل کلیک راست میکنم، کپی جاست URL این رو انتخاب میکنم و از این برنامه خارج میشم. وارد اینترنت دانلود منیجر میشم و add URL اون لینک رو اینجا پیست میکنم. خب، همونجور که میبینید حجمش 72 مگابایت و درون دی ذخیره میکنم. میرم توی پوشه ای که دانلود کردم، microsoft.bing translator. اسمش رو عوض میکنم، بذارم 1 2 3. البته 1 2 3 dot apex bundle بوده که من چون یک برنامه نصبی رو انتخاب کردم، به خاطر همین بقیه متن رو نشون نمیدم. خب، حالا این مسیر رو در نظر دارم، d123.apex-bundle. خب، وارد پاورشل میشم، از اینجا جستجو میکنم، منو استارت که اومد و این متن قبل از مسیره که باید من وجود داشته باشه و این مسیر نصب است، d123apex-bundle. این مسیر رو کپی میکنم و اینجا کلیک راست که کردم اینجا پیست شد. حالا یه انتر بزنم، شروع میکنه به نصب کردن نرم افزار ترنسلیت. خب تموم شد. حالا
حالا از منوی استارت میتونیم ترانسلیت رو پیدا کنیم. اینجا جستجو میکنم بگیش ترانسلیت. خب ترانسلیت همجوری که نصب شده میتونم اجراش بکنم. اکسپت میزنم. خب حالا فایل دیتای برنامه رو میتونم از اینجا دانلود بکنم. انگلیش تو پرشین. خب حدود 200 مگابایت هست که شروع میکنم به دانلود کردنش. خب در حال تموم شدن است. خب نصب شد. حالا میتونم از این برنامه خارج بشم و مسیری که اینجا هست، خب این مسیر رو باید واردش بشم از طریق مای کامپیوتر. سی یوزر امید اپریشن دیتا لوکال پکیج. خب اینو اینتر که بزنم میتونم اینجا برنامه رو پیدا کنم، یعنی پکیج برنامه رو، همون دیتای برنامه میکروسافت دات بینگ ترانسلیتور. خب از این میتونم یک بکاپ بگیرم، کپی کنم در سیستمم، مثلا درایو دی. خب اینجا میتونم پیست کنم. خب الان هم فایل نصبی برنامه هم فایل دیتای برنامه رو دانلود کردم. حالا میتونم از اول حذفش کنم و دوباره بدون اینکه به اینترنت وصل باشم شروع کنم به نصب کردن. خب ترانسلیت رو
پیدا میکنیم از من استاد کریک راس و حس میکنم یون استاد میکنم. خب یه بار دیگه جستجو میکنیم ترانسلیت. خب میبینید پیدا نشد. باز دوباره وارد پاورشل ویندوز میشید. خب از من استارت جستجو میکنم پاورشل رو. دوباره مسیر نصب همینه، تغییر نکرده، همین دی یک دو سه اپ اکسپاندر هست. خب یک کلیک راست کنم پیست میشه. خب برنامه نصب شد و تونم جستجو کنم ترنسلیت رو پیدا کرد. خب فقط میمونه فایل دیتای برنامه رو، این فایل دیتا رو که توی درایو دی هست ازش پشتیبان گرفتم، میتونم کل پوشه رو کپی کنم. البته اول وارد مسیر سی یوزر امید اپ اکسپاندر لوکال پکیج میشم. خب و پوشه پشتیبان گرفته شده رو در اونجا کپی میکنم، کپی پیست. خب این میگه جایگزین بشه. خب جایگزین که شد، میتونم وارد ترنسلیت بشم و همونجور که میبینید الان هم ترنسلیت اجرا شده هم پکیجش نصب شده. متشکرم، خداحافظ شما.